در ادامه مباحث مربوط به جوهر اقلانی یا جواهر اقلانی بیان شد در جلسه گذشته که اثبات جواهر اقلانی بر اساس قاعده امکان اشرف صورت میگیرد که قاعده امکان اشرف هم بیان میکرد که اگر ما دو تا موجودی امکانی رو یا دو تا ممکن الوجود را در نظر بگیریم که از نظر وجودی یکی کاملتر از دیگری هست خب این موجود کاملتر حتما در رتبه قبل از موجود ضعیفتر هست در رتبه قبل هم که میگیم یعنی این که یک نقش علیتی رو برای او در نظر میگیریم که در آفرینش و پیدایش موجود تر نقش علیت را داره خب این قاعده در جلسه گذشته اشاره شد که از این طریق ما می توانیم بین دو تا موجود امکانی یا دو تا ممکن الوجود به نام جوهر جسمانی و جوهر عقلانی وقتی مقایسه می کنیم می بینیم که جوهر عقلانی از رتبه وجودی بالاتری برخوردار هست جوهر جسمانی به اصطلاح یک موجود مادی هست خب موجود مادی در رتبه بعد از موجود مجرد قرار داره و از این طریق ما میفهمیم که پس جوهر اقلانی به دلیل تجرد خودش در رتبه قبل قرار داره یعنی نقش علیت رو ایفا میکنه و در صدور جوهر جسمانی کاملا نقش داره و واسطه قرار میگیرد بین جوهر جسمانی و بین علت نخستین که خداوند متعال باشد طبق این قاعده این حرف رو ما میزنیم خب بر اساس این قاعده می شود گفت که پس در رتبه قبل از جوهر جسمانی یه جوهر اقلانی وجود داره خب حالا دوباره در درون این جوهر اقلانی وقتی می رویم می بینیم یک سلسله مراتب بین خود این جوهر اقلانی برقرار هست که ده تا عقل را در نظر میگیرن و هر کدام از این عقل ها بر اساس اون سلسله مراتب خودشون هر کدام از دیگری صادر میشه تا به عقل اول برسد که عقل اول مستقیما از خداوند متعال که علتی نخوص هست از او نشعت میگیره خب اشکالاتی هم ممکنه بر این قاعده امکان نشرف وجود داشته باشد که حالا ما بر اساس مبنای حکمت متعالیه میخواهیم این قاعده را مورد بحث قرار بدیم که یک مقدار از ادقان و استحکام بیشتری برخوردار هست و بر اساس اون راحتتر میتوانیم هم قاعده امکان نشرف رو تبیین بکنیم و هم بر اساس اون وجود جواهر اقلانی رو به اثبات برسانیم لذا طبق اصولی که در فلسفه صدر و در حکمت متعالیه این اصول اثبات شده و طبق هر کدام از این اصول ما می توانیم این مسئله رو توضیح بدیم و این رو اثبات بکنیم یکی از اصولی که در حکمت متعالیه خیلی به اون پرداخته شده است و به صورت دقیقتر ارائه شده است بحث رابطه علیت بین علت و معلول هست که وقتی این رابطه رو اونجا مورد بس قرار میدهد اثبات میکند که رابطه علت و معلول یک رابطه ذاتی و تغییر ناپذیر هست خب وقتی میگیم ذاتی و تغییر ناپذیر یعنی این که جای علت و معلول مشخصه و هیچگاه جای این دوتا جا به جا نمی شود علت به جای معلول قرار نمیگیره، معلول به جای علت قرار نمیگیره. بخاطر خاطر اینکه وجود معلول کاملا وابستگی ذاتی به وجود علت فاعلی خودش داره این وابستگی ذاتی به گونه هست که دیگر نه از, و... نه از معلول جدای پذیر هست نه این قابل جابجایی هست و محال است که علت و معلول جایشون رو به همدیگر تغییر بدن که در یک زمان بگیم معلول جای علت بنشینه و علت جای معلول رو بگیرد خب این امکان نداره و به دلیل همون وابستگی ذاتی که گفتیم که وجود معلول کاملا وابسته به وجود علت هست علت نباشد اصلا معلول وجود پیدا نمی کند خب محال هست که دوباره معلول از چیزی صادر بشود که وابستگی وجودی به اون نداره خب اینم یکی از بحثایی است که در علیت مطرح هست که یک نوع سنخیتی بین علت و معلول وجود دارد که هر معلولی از هر علت هم صادر نمی شود بلکه هر معلولی از علت خاص صادر می شود و علت خاص هم معلول خاص را به وجود می آورد این هم یک از مباحثیست است اونجا مطرح شده است و از طرف دیگر رابطه علیت را یک رابطه ضروری بیان می کنیم رابطه ضروری به این معنا هست که وقتی ما این وجود علت معلول را با همدیگر نگاه میکنیم میبینیم که وابستگی وجودی معلول به علت یک وابستگی ذاتی و همیشگی هست این گونه نیست که یک زمان این معلول وابستگی به علت داشته باشد بعد این وابستگی زائل بشود و توان این که بدون علت خودش هم به بقای خودش ادامه بده یک همچنین چیز را هم قابل فرض نیست و قابل اثبات نیست پس وقتی ما این ضرورت ها رو که میگیم یک رابطه ذاتی بین علت و معلول برقرار هست هم معلول وابسته از ذاتن به علت خودش و این وابستگی به هیچ وجه قابل تغییر نیست و این وابستگی به هیچ وجه از معلول جدا پذیر نیست نمی شود فرض کرد که معلول به گونه در نظر گرفته بشود که در یک زمانی وابسته به علت خودش باشه نیاز به علت خودش داشته باشد اما در یک زمان این نیازمندی برطرف بشود چنانچه خب بحث هست که بعضیا میگن که معلول در اصل پیدایش خودش فقط محتاج علت وقتی پیدا شد دیگه بعد از اون نیاز به علت ندارد که این بحث رابطه علیت کاملا این حرف رو رد میکنه و میگه معلول همیشه معلول هست همیشه وابسته به علت هست و تا معلول معلول هست این وابستگی ادامه داره و به مجردی این که ما فرض بکنیم که دیگر این معلول وابسته به علت نیست این معلول هم دیگه از معلولیت خودش میفتد نکته دیگر هم این هست که باید این وابستگی وجودی معلول به علت رو وقتی ما ضروری میدانیم پس امکان معلولیت مساوی با ضرورت معلولیت یعنی ما هر کجا بگیم یک چیزی ممکن است معلول یک علتی باشد همین ممکنه وقتی میگه ممکنه یعنی پس این معلول حتما این رابطه ضروری را دارد و رابطه علیتی بین دو تا موجود رو نمیتونیم به صورت امکان خاص در نظر بگیریم که امکان خاص خب حالت تساوی بین بود و نبود رو داره میگه نمیشود در یک جای ما فرض بکنیم که ممکن است یک چیزی معلول یک علتی باشه میگیم نمیشود که بگویم ممکن است معلول باشد و ممکن است معلول نباشد اگر گفتیم ممکنه معلول باشه این یعنی معلول که بود دیگه کاملا این رابطه ضروری را پیدا میکند خب این هم نکته بود که در بحث علیت مطرح هست پس اگر معلول بودن چیزی برای چیزی دیگر محال نباشد یعنی امکان داشته باشد اینجا دیگه اون بحث ضرورت مطرح میشود که امکان ندارد دیگر این معلول بدون اون علت وجود پیدا بکند خب این یک بحثی است که در حکمت متعالیه بهش پرداخته می شود و رابطه علیت را با همین دقت بیان میکنه. نکته دیگر هم که از اصول حکمت متعالیه به حساب میآید این هست که در مباحث علت و معلول دوباره این رو به اثبات می رساند که ملاک معلولیت ضعف وجودیه. چرا ما در میان علت و معلول یکی رو می گیم علت یکی رو می گیم معلول؟ ملاک معلول بودن چیه؟ میگه ملاک معلولیت همون ضعف وجودی هست یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی دو تا موجود را ما مورد بررسی قرار میدیم اون وجودی که ضعیفتره، ناقصتره، محدودتره این وجود باید وجود معلول باشد و اون موجودی که کاملتر و قویتره و حتما وجود علت باید باشد و در نتیجه این معلول بر اساس ضعف وجودی خودش هست که میگیم وابستگی شدید به علت پیدا میکنه و وجود هم اگه پیدا میکند یک اشعه ای از وجود علت هست یک پرتوی از وجود علت هست و نسبت به اون استقلال هم ندارد این نکته دیگر هست حالا وقتی ما این دو تا نکته رو در نظر میگیریم و با این دو نکته و دو تا مقدمه میخواهیم این قاعده امکان نشرف را حالا مورد بررسی مجدد قرار بدیم خب میگیم پس رابطه علت و معلول که مشخص شد یک رابطه ضروری هست و در میان علت و معلول هم وقت نگاه میکنیم وجود معلول حتما وجود تر از وجود علته خب این دو نکته وقتی مشخص شد در بحث قاعده امکانی اشرف هم این رو با این نگاه مورد بررسی قرار میدیم که اگر تعداد از موجودات را ما فرض کنیم که یک از این یا تعداد از اونها بالاخره قوی تر از موجودات دیگر باشد همین که میگیم قوی تر باشد کامل تر باشد اشرف باشد خود همین حرف دیگه کاملا نشان میدهد که باید او علت اون موجودات دیگر به حساب بیاید چرا؟ به خاطر که وقتی ما بر اساس حکمت متعالیه در وجود را قائل هستیم که میگیم سلسله وجودی متفاوته یک از وجود شدیدتر برخورداره یک از وجود ضعیفتر برخورداره خب در این سلسله وقتی ما موجودات را مورد بررسی قرار میدیم هر موجود قویتر در رتبه قبل از موجود ضعیفتر قرار داره و رتبه مقدم بر دیگری دارد خب وقتی این سلسله رو ما با همین نگاه نگاه میکنیم نسبت علیت رو بین این سلسله وجودی هم کاملا در نظر میگیریم که میگیم هر موجود ضعیفتر معلول موجود تره دوباره موجود قوی ترم اگر از خودش بالاتر یک وجود دیگه ای داشته باشد اینم میشه معلول او و او میشه علت این و این سلسله ادامه پیدا میکند تا برسد به موجودی که دیگر از اون بالاتر امکان فرض نداشته باشد که خب اون معلول میشه معلول نخست که از خداوند متعال نشأت میگیره و خداوند متعال هم وجودی هست که فقط علت است و هیچ گونه معلولیت در مورد او راه نداره چون گفتیم معلولیت هم معیار و ملاکش همون ضعف وجودی بود وقتی در مورد خداوند متعال ما کوچکترین ضعف وجودی رو نمیتوانیم فرض بکنیم پس امکان معلولیت کاملا منتفی هست خب وقتی این قاعده رو با این نگاه مورد دقت قرار میدیم کاملا میفهمیم که در میان موجودات اقلانی جوهر اقلانی و جوهر جسمانی میفهمیم که وجود جوهر اقلانی کاملتر از جواهر دیگره کاملتر از جوهر نفسانی و جوهر مثلا جسمانی و امثال اینها هست وقتی ما این کاملتر بودن جوهر اقلانی رو اثبات کردیم خب بر اساس اون قاعده رابطه علیت دوباره باید این رو بپذیریم که این باید علت باشد برای همین موجودات که بعد از او قرار می گیرد. علت باشد یعنی چنین که واسطه برای صدور موجودات پایین تر از خودش قرار بگیرد تا اینکه در نتیجه این واسطه سبب بشود که خداوند متعال اگر یک موجودات با شرافت تری و کامل تری را می بعد موجوداتی که پایینتر هستند به واسطه اون موجودات کامل تر اینا هم به وجود می آید و بر این اساس ما می توانیم وجود جواهر اخلانی را اثبات کنیم و در نتیجه با همین نگاه کاملا این مطلب روشن می شود پس تا اینجا بر اساس اینکه هر موجود ضعیفتر مثل موجود جوهر جسمانی خب اینا معلول هست برای موجودی کامل تر از خودش که مثل جوهر اقلانی باشد هر موجود ضعیفتر حتما در رتبه قبل از خودش یک موجودی قوی تری دارد که او علت پیدایش اینها می شود و او جوهر اقلانی هست و جوهر اقلانی واسطه هست بین علت نخستین که خداوند متعال باشد و آفرینش موجودات مادی و جواهر جسمانی که خب این اثبات جوهر اقلانی از این طریق قابل تحقق هست حالا یک نکته دیگر هم که در اینجا اضافه می کند این هست که ما جواهر اقلانی را یا اون عقول اشرار را وقتی بحث می کنیم. یک مرتبه است که ما بر اساس اون سلسله مراتب که بالاخره در میان خود این عقل های دهگانه هم سلسله مراتب حاکمه یعنی مثلا عقل اول اول دوم سوم چهارم تا دهم ده میرسد و هر کدام از این عقل ها هم در واقع معلول علت قبل از خودش قرار می گرد. خب این سلسله, سلسله طولی از علل یا سلسله طولی از عقول دهگانه رو ما با این شکل نگاه می کنیم که رابطه علت و معلولی بین اونها در نظر می گیریم. یک مرتبه هم نما می توانیم بر اساس یک عقول ارزی رو هم می توانیم اینجا در نظر بگیریم که دیگه بین چند تا عقل رو در نظر می گیریم که اینا در عرض هم هستن یعنی نسبت به همدیگر رابطه علت و معلولی ندارن هرچند خودشون میتونه معلولی برای علت به حساب بیاین اما این که در درون خود این عقول ارزی ما بیاییم اینا رو یکی رو مقدم بر دیگری در نظر بگیریم اینجا این حرف رو نمیزنیم لذا میفرماید که ما میتوانیم وجود عقول ارزی رو هم اثبات بکنیم که چند تا عقل در عرض هم باشد که اینها از نظر رتبه وجودی یکی بر دیگری مقدم نباشد کاملا در عرض همه یعنی در یک رتبه قرار داشته باشد خب تعداد از جواهر اقلی رو میتونیم فرض بکنیم که هیچ کدام علیتی نسبت به دیگری نداشته باشد اما هر کدام از اونها دوباره بتواند علت قرار بگیره برای نوعی از موجودات نازلتر از خودش که حالا در بحث مسئول افلاتونی یا اون قول ارزی این بحث مطرح می شود که چه بسا هر کدام از این عقل های ارزی معلول هایی رو برای خودشون داشته باشند هر عقل دوباره معلول های خاص خودشون رو داشته باشد که فقط کمالات همون نور رو داره که از اونا تعبیر می شود به رب و خب که بالاخره هر نوعی یک عقلی داشته باشد که او به عنوان منشه اصلی باشد و زیر مجموعه خاص خودش رو داشته باشد که دیگر این بحث هم در جای خودش به عنوان ارباب انواع مطرح هست که این ارباب انواع همون رب و های هستند که طبق این بحث اقول ارزی این بحث مطرح می شود خب بر صورت طبق این قاعده امکان اشرفی که مطرح شد گفته شد که حتی ما می توانیم این اقول ارزی یا اون رب و را هم اثبات بکنیم و به این شکل قابل اثبات خواهد بود اما چون چند نکته رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم نکته اول این هست که عقول ارزی معلول یک یا چند عقل کامل تر از خودشون خواهد بود خب می توانیم بگوییم که همه این عقول ارزی را یک عقل آفریده یا نه برای هر عقل ارزی هم بگیم که هر کدام مثلا یه علت جداگانه برای خودشون داشته است چرا زیرا می توان عقل را فرض کرد که واجد کمالات همه اونها باشد خب ما وقتی رابطه علت و معلول رو در نظر می گیریم می گیم علت موجودی است که کاملتر از معلول هست و معلول وجودش ضعیف از علت حالا می توانیم یه علتی رو در نظر بگیریم که این علت کمالات همه این عقول ارضی رو با هم داشته باشد که اگر این گونه باشد خب ما می توانیم کل این عقول ارزی رو معلول همون یک علت در نظر بگیریم اما اگر نه آمدیم گفتیم که نه هر یک از این عقول ارزی میتونه علت خاص خودش رو داشته باشد خب اینجا دیگه در می توانیم این حرف رو هم بزنیم بگیم که ما علت رو نداریم که همه کمالات این عقول ارزی رو داشته باشد پس هر علتی میتونه کمال یکی از این عقول ارزی رو داشته باشد خب به اینم امکانه فرض داره و می شود این حرف رو بیان کرد پس میشه عقلی را فرض کرد که واجد کمالات همه اونها باشد در سلسله علل اونها قرار بگیرد و قبلا گفته شد که امکان علیت مساوی با ضرورت آن است یعنی اگر ما آمدیم گفتیم یه علتی را می توانیم فرض بکنیم یعنی ممکن بدانیم که این علت کمالات موجودات دیگری را داشته باشد همین که این فرض امکان داشته باشد دیگه کاملا ضرورت رو اثبات میکنیم پس بگیم حتما این علت است برای تحقق همین معلول این نکته اول هست که توجه داشته باشیم که امکان تحقق و ارزی توسط یک علت هم ممکنه نکته دوم هم این هست که هیچ جک از اقول ارزی با نوعی از موجوداتی که از اونا صادر می شود ماهیت واحد رو نخواهند داشت یعنی ما وقتی رب نوع رو در نظر میگیریم که در زیر مجموعه هر رب و نوعی ممکن است بالاخره انواع از موجودات دیگر هم قرار بگیرن خب حالا می توانیم بگیم که اینا از یک ماهیت برخوردار هستند میگیم نه لازم نیست که اینا حتما ماهیت واحد رو داشته باشند. چرا زیرا انتزاع ماهیت نوعی واحد از مراتب مختلف وجود محاله نمی شود وقتی ما رب و نو در نظر میگیریم یعنی او را علت قرار میدیم برای موجوداتی که در زیر مجموعه او قرار میگیرد خب اینا از نظر رتبه در واقع از در دو مرتبه قرار میگیره یک رتبه علیت رو داره یک رتبه معلولیت رو داره اما اینکه ما بیاییم برای هر دو در واقع رتبه در نظر بگیریم یک ماهیت نوعی رو از مراتب مختلف وجود انتظار بکنیم این کاملا نادرسته و نشدنی هست حتی دو جوهر اقلانی که در طول یک دیگر قرار دارن و یک علت برای دیگری باشد اینا هم ماهیت واحد رو ندارن چون اینا هم بازم بر اساس همون رتبه علت و معلولی که با هم دیگر دارن اینا در دو رتبه وجودی قرار دارن و امکان این که یک ماهیت رو ما از هر دو رتبه انتظار بکنیم وجود نداره پس این هم نکته بود که اشاره کردن و نکته سوم هم این هست که این قاعده نمیتواند تعداد عقول را ثابت کند خب ما بر اساس این قاعده امکان اشرف یا بر اساس این تقریری که از حکمت متعالیه دریافت کردیم تنها می توانیم اثبات بکنیم که بین جواهر جسمانی یا موجودات مادی و علت نخستین یه موجودات مجرد دیگر هم به نام جواهر اخلانی وجود دارد این قابل اثبات هست با این نگاهی که بیان شد و تبیینی که شد می دانیم که جواهر اقلانی لازم هست که باید در این وسط قرار داشته باشد اما این که ما بیاییم از این قاعده استفاده بکنیم که حالا این جواهر اقلانی ما یک عقل ده تا عقل یا کمتر یا بیشتره میگه از این قاعده امکانی این که تعداد اونها رو هم مشخص بکنیم این امکان وجود نداره و ما راه برای اثبات این که بین عقل اول و عقول ارزی چند واسطه وجود داره چند تا واسطه میتونیم اثبات بکنیم و تعدادش رو مشخص بکنیم میگه راهی برای اثبات اونها نداریم و فرضیه اقول عشره هم چون مبتنی بر فرضیه افلاک نهگانه بوده با ابطال اون فرضیه افلاک خب اینم باید باطل باشد از که خیلی دیگه ما گیر نمیدیم که این حتما جواهر اقلانی تعدادش همون ده تا عقل باید باشد لازم نیست اما این که حتما جواهر اقلانی یا جوهر اقلانی باید داشته باشیم این طبق این قاعده که مطرح شد قابل تحقق هست این هم نکته بود که مطرح شد و در نتیجه با این قاعده امکان اشرف این بحث هم به پایان میرسد یه نکته هم لازم هست بهش پرداخته بشود که درست است ما در میان جواهر نام بردیم از جوهر اقلانی و از جوهر جسمانی که هر کدام اینها قلم روی وسیع برای خودشون دارن اما یه چیزی دیگر هم که در حکمت اشراق مطرح هست و سهروردی به اون پرداخت و بعد از او هم به نام جوهر مثالی معروف شد یه نگاهی هم خوب است به این مسئله هم انداخته بشود که در درس قبلی هم اشاره شد که در واقع حکمای اشراق از جمله سهروردی خودش آمد در میان جوهر جسمانی و جوهر عقلانی یه چیز دیگری رو به نام اشباه مجرده یا سور مجرده اثبات کرد که بعدا همین اشباه مجرده یا سور معلقه خب تعبیرهای دیگری و نامهای دیگری هم برای خودش گرفت که به نام مثلا جوهر مثالی و همسال اینها یا عالم برزخ نامهای دیگری است که بعدا روی همین اشباه مجرد یا سور معلقه گفته شده و گذاشته شده است حالا منظور سهروردی هم این بود که بیاید یک واسطه بین عالم عقلی و عالم جسمانی رو با این بیان اثبات بکنن و احتمالا این که حالا چطور خود حکمای اشراق به این مسئله پی بردن مرحوم استاد میفرماید که شاید این حرف رو اونا از بیانات عرفا استفاده کردن یا نه خود فلاسفه اشراق هم که خب اون جنبه اشراقیشون زیاد بود و بسیاری از مسائل و مطالب را با کشف شهود اینها مشاهده میکردن و کشف کردن شاید از راه مکاشفات پی بردن که به موجودات وقتی نگاه کردن دیدن که بعضی از موجودات از جوهر اقلانی برخوردارن و بعضشون هم جوهر جسمانی هستن و در وسط اینها هم یه چیز دیگری به نام اون سور معلقه یا اشباه مجرده که بعدا آمدن و روی اونها نام گذاشتن خب این احتمالات است که در این زمینه مطرح می شود اون تا در نصوص دینی خب ما این بحث را داریم که حالا وقتی در نصوص دینی ما موجودات یا عالم تقسیم میشه به عالم ماده و بعد به عالم آخرت در وسط اینها هم یه چیزی به نام عالم برزخ مطرح می شود که قبل از قیامت که عالم آخرت شروع می شود و بعد از اینکه فوت صورت میگیره برای انسان یه عالم برزخ هم وجود داره که در نصوص دینی برای این عالم برزخ خودش کل احکام و مسائل گوناگونی مطرح می شود و بسیاری از حقایق درباره عالم برزخ بیان شده است که اتفاقهایی در اونجا رخ میدهد چگونه وقتی انسان از عالم دنیا به اصطلاح منتقل میشه به عالم برزخ چی اتفاقهایی برای انسان رخ میده سوال نکیر و منکیر و مانند اونها در عالم برزخ اتفاق میفتد خب این هم یکی از مسائل است که لازم هست بهش پرداخته بشود حتما باید توجه داشته باشیم که شیخ اشراق اصطلاح برزخ رو که در نصوص دینی آمده در مورد اون هر مثالی یا اون در واقع سور معلقه خودش به کار نبرده است و اون رو بر عالم مادی اطلاق میکند این نکته ای که باید توجه داشت و نکته دیگر هم که توجه داشت این است که اطلاق مثال بر این عالم به معنای دیگری غیر از مثال های افلاتونی هست که خب ما یک مثال افلاتونی داریم یه عالم مثال هم که اینجا مطرح است و اینا تفاوت دارد به هم دیگر چرا؟ به خاطر اینکه مثال های یا مثال افلاتونی اونا کاملا از مجردات تام هستند و از قبیل جواهر اقلانی هستند در صورتی که جوهر مثالی یه نوع دیگر از موجودات به شمار می آید که نه مثل جوهر اقلانی به کلی فاقد صفات و ویژگی های جوهر جسمانی هستند و نه مانند جوهر جسمانی کاملا ویژگی های جوهر جسمانی را دارد به همین جد این تفاوت را باید حتما در نظر داشته باشیم بلکه شاید از باب این که مقدار این رو به ذهن نزدیک کرد اینه که جوهر مثالی رو یا اون سوار معلقه و اشباه مجرده رو که شیخ اشراق میگه این رو میشود تا حدودی نزدیک دانست به اون صورتهای خیالی که در ذهن انسان رسم میشه و خطور میکنه اونجا میشود این رو تا حدودی در واقع نزدیک ساخت که ما اگر بخوایم اون صورت خیالی رو که در ذهن انسان نقش میبندد اگر بخواهیم اونا رو تصور بکنیم می توانیم یک مقدار با این جوهر مثالی اونا رو نزدیک ببینیم چرا به دلیل اینکه ما حتی همون صورت مثالی رو یا صورت خیالی رو که در ذهن خود خیال می کنیم اگر بخوایم او رو دونیس بکنیم خب وقتی ما دونیس می کنیم اونجا دیگر اون قسمت پذیری عالم جسمانی رو نداره بلکه اگر ریزم بشود تبدیل میشه به دو تا صورت کوچکتر نه اینکه اون صورت کاملا تقسیم بشه به دو نیم و روی این جهت هست که جوهر مثالی خب اون حالت تقسیم پذیریه که در جسم و جسمانی هست این حالت را نداره و لذاست که این نکته رو باید حتما بهش توجه کرد و نکات دیگر هم باقیمون دوباره از این جوهر مثالی که انشالله در ادامه به اونها بپردازیم تا اینجا کاملا مشخص شد که بر اساس تبیین حکمت متعالیه چگونه ما می توانیم جوهر اقلانی رو اثبات بکنیم و یک تبیین دقیقتر هم از قاعده امکان اشرف ارائه بدیم و طبق اون هم جوهر اقلانی اثبات می شود هم عقول ارزی اثبات می شود حالا نکات هم که درباره جوهر مثالی مطرح شد چند نکته مطرح شد و نکات دیگر هم باقی مونده است که انشالله در جلسه بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل <سؤال> محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد و ال محمد